سپاسگزارم از شما خب خیلی سریع بریم سراغ اینکه قرار چه اتفاقاتی در ادامه این کارگاه امروز فردا و روز بعد رخ بده و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته اول میخوام واقعا تشکر بکنم واقعا تشکر بکنم از عزیزانی که اصلا خجول نیستن از عزیزانی که اصلا خجول نیستن اما به پیشنهاد ما اومدن یا به پیشنهاد دوستان دیگه یعنی خجول به تعبیر جامعه که میگن بابا تو رو یکی باید آرومت بکنه کی گفته تو خجولی و این عزیزان اومدن و خب بهتون قول میدم اون عزیزان اتفاقا بیشتر بهره میگیرن و بیشتر نتیجه میگیرن ببینیم چه آشی برای شما پختیم در ادامه قرار هستش که در سه روز سه مبحث رو با هم کار بکنیم روز اول چراغ قرمز هستش میخوایم راجع به اصول کلی صحبت بکنیم ما اصلا باید بدونیم خجولیگری چی هست که اصلا آیا خجول هستیم یا نیستیم باید بدونیم که داستان از چه قراره که بتونیم درست تصمیم گیری کنیم فردا میریم سراغ باورها رفتارهای ما از کجا میاد از مغز مصادر میشه دیگه درسته و اگه باورهامون رو نتونیم مدیریت بکنیم اگه باورهامون رو کنترل نکنیم عملا هیچ اتفاقی نمیفته پس ما باید کاملا باورهامون رو درست بشناسیم و روز سوم حالا که باورهامون اصلاح شده اصول کلی رو هم میدونیم میریم سراغ مهارت ها اینکه چطور یک کارها رو درست انجام بدیم حالا دونه دونه میخوایم بررسی بکنیم ببینیم داستان از چه قراره شما هم تو جوزه دارید و من صفحه به صفحه میرید جلو درسته آه. اینایی که نمیرفتن هم میگن بله و از الان رفتن مرسی خب میخوام اول راجع به این صحبت کنیم که خجولی چیه و چرا بده بعد راجع به این صحبت میکنیم که مسیر عصبی چی هست و چه ربطی داره به بحث ما و چرا باید همه این رو بلد باشن بعد از اون میریم سراغ ریشه خجولیگری بدونیم چرا ما رفتارهای خجولانه داریم از خودمون بروز میدیم بعد از این میریم سراغ رفتار قاطعانه تعریف میکنیم قاطعانه چیه دیدین حتما تو همین ابتدای کلاس هم صحبتش شد ما پرروگری رو با قاطع بودن بعضی موقع اشتباه میکنیم مثلا میگیم چرا اومدی کلاس خجولیگری تو که خیلی پرروی هیچ ربطی نداره پرروگری یا پرخاشگری یه روی دیگه ای از خجولی هست که جلوتر راجبش صحبت میکنیم بعد روش کارمون رو میگیم که چه اتفاقاتی قرار بیفته ما چطور این تغییر رو ایجاد میکنیم و چطور این نتایج فوقلاده شکل گرفته باید بدونیم که چه اتفاقی میفته به هر حال دورهای پیش ما دیدیم واقعا نتایج فوق العاده عالی رخ داده و دلیلش رو اینجا متوجه میشید که روش کار ما به چه صورت هست بعد راجع به بالا بردن سطح انرژیمون یه خورده صحبت میکنیم که چطور سطح انرژیمون رو ببریم بالا در زمانی که نیاز داریم راجع حقوق انسانیمون صحبت میکنیم اگر ندونیم کجا واقعا حق داریم و کجا حق نداریم چطوری میخوایم از حقمون دفاع و حقوق انسانیمون هیچ کدوممون تقریبا نمیدونیم یکی از, از مهمترین چیزهایی که تو این کارگاه یاد میگیریم بعد روز بعدی میریم سراغ باورها و راجبه به اعتماد به نفس صحبت خواهیم کرد ماشین رفتار رو میگیم که ما انسانها چطور رفتار میکنیم اجزای رفتار ما به چه صورت هست بعد از اون راجبه نسخه پشتیبان صحبت میکنیم چطوری انرژیمون رو ذخیره کنیم مثلا الان سر کلاس ممکنه انرژیمون خیلی بالا باشه ولی فردا وقتی میخوایم یک اقدام مهم رو انجام بدیم اون سطح از انرژی رو نداریم چی کار بکنیم که این سطح انرژیمون رو بتونیم حفظ بکنیم راجب به اصلاح ادبیات صحبت میکنیم اینکه بیانمون رو با خودمون و با دیگران چطور باید تغییر بدیم که رفتارمون تغییر بکنه بعد از اون میریم سراغ ادای موفقیت رو درآوردن در ابتدای کار شاید باید لازم باشه یه جاهایی نه همیشه یه جاهای ادا در بیاریم چطور این ادا رو در بیاریم و چه اتفاقاتی رخ میده بعد راجع به کاملگرایی صحبت میکنیم یکی از اصلی ترین ریشه های خجولی هست که بیچاره میکنه و تقریبا اونچه که من دیدم همه ما توی فرهنگی بزرگ شدیم که کاملگراست بنابراین هممون یه ریشه هایی از کاملگرایی رو داریم میتونه بحث خیلی خیلی خوبی باشه تو دو دورای پیش خیلی استقبال شده از این صحبت راجب به نشنیدن و نگفتن یه صحبت میکنیم اینکه وقتی نمیشنویم ناراحت نشیم و چطور نبگیم به ذهنی راجب پلن بی صحبت میکنیم یه ایده خیلی خیلی قشنگه میرسیم بهش و بحث مواجهه با ترس ها رو آقای صادقلو برای ما خواهند گفت و بحث بروز احساسات رو داریم و در روز سوم راجب به سیستم خلاق صحبت می‌کنیم. یه سری ها رو میخوایم یاد بگیریم. پس باید یه سیستم خلاق تولید مهارت در خودمون ایجاد بکنیم. این رو یاد خواهیم گرفت. بعد راجب به انتقاد پذیری، چطور با انتقادها مواجه بشیم. بعد میریم سراغ تی کردن از قبل خیلی وقتا خجالت میکشیم حرفمون رو همون اول بگیم و بعد میبینیم شخص پولمون رو پس نمیده کارش رو درست انجام میده میگه من که نگفته بودم و بسیاری از مشکلاتی که وجود داره تکنیک بعدی زمان خریدن زمانی که نمیدونیم چی کار کنیم به خاطر خجوری با چه روش هایی به خودمون وقت بدیم که بتونیم فکر کنیم یا از کسی سوال بپرسیم بعد میریم سراغ یه سری تمرینای صدا سازی که صدای قدرتمندتری داشته باشیم و بتونیم مؤثرتر صحبت بکنیم صدای خوب داشتن یکی از اینجا آب ریخته هر بار رد میشم یادم میاد کی اینجا بوده نفر قبلی و یه حس خیلی بدی دارم راستش آره جان آقای رضا شما این کار که این بر بودش سرویس عزیزم بعد میریم سراغ نگفتن اینکه چطور نبگیم خیلی وقتا تعارف و رو داریم چطور اون رو مدیریت بکنیم بعد راجع به زایع نشدن صحبت میکنیم که اگه سوتی دادیم توپق زدیم اشتباهی کردیم چطوری زایع نشیم و بعد تکنیک سیدی خشدار و تکنیک درخواست کردن و تکنیک صحابی رو به شما آموزش خواهیم داد بقیل رو نگاه کنید بگید چقدر